درود میفرستم خدمت دکتر صحاب عزیز و سپاس از اینکه با ما هستید. ادب و احترام خدمت شما برادر رسول عزیز، دوست قدیمی. خوشحالم که بار دیگر در جمع خانواده بزرگ امید جاودان در کنار شما هستم. سپاس از محبت دکتر صحاب عزیز. با توجه به اینکه ما الان داریم میبینیم سالها هستش که اپوزیسیون مبارزه میکنه، سالها هستش که چه جانهایی داره در این مسیر داده میشه برای اینکه این جمهوری اسلامی سرنگون بشه و آزادی حقیقی به سرزمین ما بیاد، چه اطلاع رسانی هایی شده و همکنون شاهد بر این هستیم که شاهزاده رضا پهلوی چقدر با اقتدار ایستاده برای آزادی سرزمین عزیزمون ایران، و نیز بعضی از اپوزیسیون ها برای اتحاد قدم دارن میذارن جلو. قبلا شاید این حرکت ها رو انجام نمیدادن. هر مقدارم که شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با این مسئله اتحاد صحبت میکرد و میگفت رأی مردم آخرین رأی خواهد بود برای اینکه چه انتخابی برای نظام و دولت آینده داشته باشیم، کمتر افراد در اپوزیسیون گوش شنوا داشتن، اما الان میبینیم که بهتر شده. اما اگر ما موفق نشیم به همین زودی در همین روزها در این اتحاد، در این مبارزه سرنگونی نظام اسلامی را شاهد باشیم، از این به بعد باید منتظر چه اتفاقات دیگه در سرزمین عزیزمون ایران باشیم؟ در خدمتتون هستیم. خب درود مجدد خدمت همه دوستان. اگر اجازه بدید من با یک خاطره شروع کنم که برمیگرده به اروپای قرن 20. وقتی که نیروهای ارتش شوروی رسیدن به فاصله مرشو، ملیگراهای لهستان با چنگ و دندان در ابعاد 10,000 نفر، 20,000 نفر، تا حتی گفتن تا 55,000 نفر، 60,000 نفر، به مدت 63 روز جنگیدند خونه به خونه، دیوار به دیوار برای آزادی ورشو. یعنی با نازی‌های آلمانی می‌جنگیدن و منتظر بودن که کمک از طرف شوروی از 40 مایلی برسه، 40 کیلومتر شاید بهتر بگم. اما 63 روز جنگیدن، 10,000 نفر از دو طرف کشته شدن، 95% ورشو سوخت و ارتش شوروی نرسید. یعنی 40 کیلومتر رو نیامد جلو و به قول مردم ورشو لهستان، ارتش شوروی وقتی برای کمک به ما به ورشو رسید که فقط آمده بود خاکسترهای باقی مانده از جنگ رو خاموش کنه. دوستان سلام بر شما. تلویزیون امید جاودان قرار نیست که یک بحث غیر منطقی و طرفدارانه داشته باشه. قرار واقعیت رو بگه. دوستان من، عزیزان من، اگر اپوزیسیون بخواد 25 سال دیگه ایران رو نجات بده، اصلا ایرانی باقی نمیمونه که بخواد نجات بده. بی تعارف من میخوام به شما یه چیز جالب بگم. وقتی ناپلئون بناپارت در 1799 کودتا کرد و جلوی جمهوری وحشتناک فرانسه رو گرفت، البته سعی کرد کشتار نکنه، اینم بگم، چنان اقتصاد فرانسه به هم ریخته بود که 45 سال طول کشید. این کتاب معروف آندری ماله، انقلاب کبیر فرانسه، میگه 45 سال بعد هنوز اقتصاد فرانسه نابود شده ای از این جمهوری خواهان بود، انقدر پول بی پشتوانه چاپ میکنن. محیط زیست ایران نابوده. ایران بی ارزشترین واحد پول جهانو داره. متاسفم. ایران یک ارتش عقب افتاده داره و نیروهای سپاه واقعا اینه، ارتش ایران اصلا امکاناتی نداره و نیروهای سپاه در همه کشورها دارن ترور انجام میدن، آدم میکشن، پادگان میسازن. حالا من از شما میپرسم، همین الان خود رضا شاه بیاد، اصلا رضا شاه نه، خود نادر شاه بیاد، بیاد بزنه بره جلو، برسه به تهران، چجوری میخواد این خاک سوخته رو توی کمتر از 20 سال ترمیم کنه؟ دوستان منطقی باشین. همین الان شاهزاده بیاد، شاهزاده انسان دیگه، سوپرمن که نیست که، بله. همین الان ما تهران رو گرفته باشیم، یعنی در اردیبهشت 1403 در این ماه می، وسط ماه می دیگه، بیایم آقا تهران رو بگیریم، حکومت دست ما، سپاه هم حذف کنیم، وزارت اطلاعات هم نابود کنیم، بسیج هم بزنیم، آخوندار هم بزنیم. شما به من بگید چجوری میشه این حجم نقدینگی رو زیر 20 سال از اقتصاد ایران حذف کرد؟ چجوری میشه بی ارزش ترین واحد پول جهان رو، کشوری که امروز ریسک سرمایه گذاری اقتصادیش 5 منفیه، یعنی بدترین کشور جهان برای سرمایه گذاری ایران از یمن بدتره، رو درست کرد. این کار 20 سال حداقل زمان لازم، امروز 20 سال زمان لازم داره، 25 سال دیگه شاید دیگه نشه درستش کرد.
دوستان اپوزیسیون ما منو یاد دکتری میندازه که در قدیم بود، یه سریالی بود به نام دایجان ناپلئون، حالا همسنای بنده دیدن حتما، برادر رسول که از من بزرگترم دیدن، یه دکتری بود دکتر ناظم الاطباء یا ناصر الاطباء، این دکتر ناصر کما ببخشید دکتر ناصر کما هر مریضی میرفت پیشش این درمانش نمیکرد، فقط میگفت آخ بمیرم برات چقدر درد. این اپوزیسیون ما هم همینه دقیقاً، برادر رسول میرفت بهم فرمونه تام فقط وا مصیبت ها میگه، یعنی نشستن عزیزان در لس آنجلس یا در آلمان یا در تورنتو میگن وا مصیبت ها ایران سوخت. خب عزیزم اینی که همه مردم در داخل ایران دارن با گوشت و پوست و استخونشون لمس میکنه که دارن میسوزن، حرف تازه چی داری؟ راه چیه؟ راه همونیه که ققنوس گفت، دکتر کنگلو گفت، امثال ایشون فرمودن، آقای عطا هودشتیان گفتن و خیلی های دیگه. آقا یا یه دولت در تبعید درست میکنید با اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای پیشرفته کنار میاید، پولهای ایران رو آزاد میکنید، سرمایه گذاری میکنید، به مردم ماهواره و اینترنت رایگان میدید، اینترنت ماهواره رایگان حق مسلم ایرانیان میشه، راحت این کارو کرد. اگه دولت در تبعید داشته باشی میتونی مد کرسی ایران در سازمان ملل هم بگیری. یه وقتی در دهه 60 تو رجبی میخواست این کارو بکنه که بهش ندادم. حالا من به شما میگم این کارو ونزوئلا داره میکنه با همه مشکلاتش، این کارو خیلی های دیگه قبلا کردن، خب ما چرا نکنیم؟ عزیزان اپوزیسیون تشکیل دولت موقت بده، بزرگانی مثل شاهزاده هم هستن، مطمئنا 10 تا آدم حسابی بین ما پیدا میشه، 10 تا آدم حسابی بین ما پیدا میشه دیگه. 9 میلیون ایرانی در خارج از ایران هست، 10 تاشون آدم حسابی نیستن، فقط 2.5 میلیون ایرانی در آمریکای شمالی هستن، یعنی فقط در همین دو تا کشور آمریکا و کانادا. 12 تا آدم حسابی از خودتون پیدا کنید، بکنید هیئت امنو، یه دولت در تبعید تشکیل بدید، باور کنید خیلی زود یادگیری میکنید. عزیزان گاندی میگه وقتی من برگشتم از آفریقای جنوبی بعد 20 سال برگشتم هند، در هند هیچ سازمانی نبود که با سازمان دیگه همکاری کنه، ما بودیم که اینا رو با هم وصل کردیم و میبینید یه شبه قاره یعنی بنگلادش، پاکستان و هند رو آزاد کرده از دست بریتانیا. بعد ابعادش نگاه کنید رو نقشه، 5 برابر ایران وسطش، اون تونست تو 28 سال اینو آزاد کنه با دوستاش. بله ما چطوری 36 سال نتونستیم به دفتر بزنیم؟ دوستان من، جناب حیدری، عزیزان من، شاهزاده داره زحمت میکشه، الان تو بی بی سی هم گفت که برخی از گروه های راستگرای رادیکال و چپگرای رادیکال اذیتش میکنن، نمیذارن کار کنه. بله یه سری هستن کلن معتقد به کشور ایران نیستن، عملا هم سازمانشون رو میبینیم، شاهزاده نشست باشون تو ایلیاس جورجتون، ولی نه حاضر نیستن ایران رو بپذیرن، آقا ما میخوام تیکه خودمون تجزیه کنیم. خب شاهزاده که نمیتونه با این همکاری کنه، منطقی باشین، شاهزاده طبق قانون اساسی مشروطه نمیتواند با تجزیه طلب همکاری کنه، اگه همکاری کنه دیگه شاهزاده نیست، چون بر اساس بند دوم قانون اساسی مشروطه شاهزاده وظیفش به عنوان وارث پادشاهی حفظ کیان ایران و تمامیت ارضیه. دقیقاً این واقعیت. پس این گروه های تجزیه طلب کمونیست مثل کومله، دموکرات، پژاک، اینا میرن کنار، یا گروه های تجزیه طلبی که امروز سلفی هستن و در بلوچستان هستن، یا گروه های عجیب و غریبی که وابسته به الاحوازی هستن که نصفشون هم داعشه، شاهزاده با اینا نمیتونه همکاری کنه. از یه طرف دیگه یه سری هم هستن که کلا اینور بوم افتادن، شاهزاده میگه راست افراطی هم با ما مشکل داره، کسانی بله. که عملا یهود ستیزی میکنن، کسانی که عملا معتقد هستن که وقتی برسن تهران، وقتی برسن ایران، تمام مسلمان‌ها رو میخوان بذارن جلوی دیوار. خب اینم که نمیشه، که شما نمیتونید توی کشور مسلمان، آقا من خودم آتئیستم، کشیش حیدری هم که اصلا مسیحیه، کشیشه، ما دوتا مسلمان نیستیم، ولی ما برسیم تهران که نمیتونیم تمام مسلمان‌ها رو بکشیم. آخه این حرفا چی میزنی؟ برابر برابر مردم یه حرفهایی میزنن، حرفای خودشونه، شاهزاده نمیتونه به این حرفای رادیکال عمل کنه، شاهزاده اهل منطقه، منطق سیاسی میگه باید جذب کرد، که نمیتونه مردم مثل خلخاله بذاره تیخ دیوار. ما قاتلین رو میفرسیم به دادگاه جلوی دوربین در حضور هیئت منصفه، اما هرگز، تکرار میکنم جمله آخر، هرگز ما کسی رو به خاطر مسلمان بودن، بهایی بودن، یهودی بودن، زرتشتی بودن تیخ دیوار نمیذاریم، دیوارا نمیکنیم. ما خلخالی و ایلانی و نمیدونم لاجوردی نیستیم، ما کچویی نیستیم که بدون اجازه دادگاه آدم دار بزنیم، ما انسانیم، ما با اونا فرق میکنیم. حالا شاید شما بگید این عیبه، ولی به نظر من نه، این کار شاهزاده درسته و شاهزاده نمیتونه با هر گروهی کار کنه. در خدمت شما هستم.